مرد روانی که صاحب یه مسافرخونه است و بدترین کار رو با مسافراش انجام میده. گلاسیا سلام، امروز سر دیگه به سینمای وحشیانه آسیای شرقی میخوایم بزنیم و فیلم میسینگ یا گم شده محصول 2009 رو ببینیم. یکی دیگه از فیلم های اسلشر و ترسناک این سینما که هیچ محدودیت برای خودش قائل نمیشه و واقعا داستان خفنی داره. بریم ببینیمش. حواستون به اسپور کامل صحنه های خشنش هم باشه. با شروع فیلم چند تا ویدیو از دو تا خواهر به اسمای هیونا و هیونجانگ میبینیم که دارن با همگه اشغال میکنن و با گوشین هم سلفی فیلم میگیرن. فیلم برای مدت قبل و حالا هیونای میبینیم که توی ماشینی و کنارش هم یه کارگردانه و دارن با هم به جایی میرن که یه فیلم برداری انجام بدن. تلفنی هم با خواهرش هیونجانگ صحبت میکنه. هیونجانگ خیلی عصبانی و میگه چرا جواب تلفنمو نمیدی و مشخص میشه که یه مقدار بین این دو تا خواهر مشکل به وجود اومده. آخر هم آنتن میره و قطع میکنن. هیونا و کارگردان به یه مسافرخونه اومدن که امروز اینجا بگذرونن و میبینیم که صاحب اینجا هم یه مرد خیلی عجیب و روانیه. صاحب مسافرخونه کارگردان میخواد بیاد کمکش یه سری لوازمو جابجا بکنه و با همدیگه به انباری میرن که یه دفعه میبینیم صاحب اینجا با یه سیم به کارگردان حمله میکنه و میخواد خفش کنه و هیونا هم که بیرون وایساده صدا رو میشنوه و میاد اینجا. سیم پاره میشه و کارگردان زنده مونده و مرد بیرحم یه تبر برمی‌داره و جلوی چشمای هیونا ضربه‌ای به سر کارگردان میزنه و جونش رو میگیره. هیونا وحشت زده است و حالا مرد به سمت اون میره. پارچه‌ای هم جلو دهنش میذاره و خیلی زود هیونا بیهوش میشه. سکانس بعد میبینیم که توی قفس چشماشو باز میکنه و یه سگ وحشی هم بیرون اینجاست. مرد میاد جلو به هیونا میگه اگه کارهایی که از الان بهت میگم انجام ندی این سگو میفرستن تو قفست و خودت هم میدونی چه بلایی سرت میاد. بعدم با بیخیالی میشینه جلوش و شروع به نواختن هارمونیکا میکنه. ساعتی بعد هوا تاریک شد و هیونا تنهاه که کبریتی پیدا میکنه. وقتی روشنش میکنه میفهمه اینجا حتی موش هار و وحشی هم داره و اصلا شرایط خوب نیست. ساعتی میگذره و هیونا با نور زیادی از خواب بیدار میشه. مرد روانی چراغ بالا سرش روشن کرده و بهش میگه لباساتو در بیار. دختر وحشت زده هم به اجبار این کارو انجام میده و حالا مرد روانی یه شلنگ میاره و شروع به گرفتن آب روی اون و شستن بدنش میکنه. حالا میره و لباسه خودش هم عوض میکنه و موهاشو شونه میکنه، انگاری میخواد کلی اشغال امشب داشته باشه. بعدم میاد سر میز که هیونا اون طرفش نشسته و لباسای جدیدی تنشه. کیک هم جلوشه و 3 تا شمع روی اون داره. مرد بهش میگه تو سومی، پس شمعتو فوت کن و آرزو کن. دختر حسابی ترسته و هیچ راهی هم برای فرار نداره و مرد ضبطی رو روشن میکنه و شروع به خوندن آهنگ باش میکنه. هیونا هم داره همچنان گوش میده که یه رفعی سرفه میکنه و مرد با عصبانیت سمتش میاد. بهش میگه مگه اجازه دادم بهت که خودت صدا در بیاری. حالا کیکو برمی‌داره سمت اون پرت میکنه و به تمام بدنش کیک میماله. در آخر هم شروع میکنه به یه رابطه با اون در حالی که دختر فریاد میکشه و فقط دعا میکنه زودتر همه چیز تموم شه. با پایان این قضیه مرد با بیخیالی میره طبقه بالا. میبینیم مادر مریضش اینجا دراز کشیده و مرد بهش غذا میده. انگار نه انگار چه کار وحشیانه ای رو همین الان انجام داد. روز بعدی مگه دیوان خیلی کم آب برای هیونا میاره و حالا جسمش هم اصلا خوب نیست و دعا میکنه که خواهرش بیاد و نجاتش بده. میریم پیش هیونجان که نگران خواهرش شده چون جوابشو نداده و خودشو به همون منطقه میرسونه که خواهرش گفته بود اونجاست. میره پیش مامورهای پلیس و ازشون کمک میخواد ولی هیچ کسی بهش راهنمایی نمیکنه. یه مامورم در آخر میاد دم در ازش معذرت خواهی میکنه که نمیتونن بهش اطلاعاتی بدن و هیونجان بدون حرفی از اونجا میره. چند روز دیگه هم گذشته و حال هیونا از قبلا بدتر شده. یه بار دیگه مرد میره طرفش که میخواد باهاش رابطه داشته باشه ولی همین که میکشه پایین یه رفعه دختر دم دستگاه رو گاز میگیره و اونم فریاد زیادی میکشه و با چند تا چک و لگد ازش جدا میشه. هیونجان هم میبینیم که همچنان در حال تحقیق و عکس خواهرش رو به تمام افراد این منطقه نشون میده بلکه اطلاعاتی ازش بگیرن. چند نفرشون هم میگن که اونو تو سوپرمارکت و اینجور جاها دیدن و کم کم به مقصد نزدیکتر میشه. برمیگردیم پیش هیونا. مرد اونو به صندلی بسته و حالا میخواد به خاطر کارش تنبیهش کنه. میره طرفش رو با بیرحمی انبوری برمیداره و دندون این دختر رو میکشه. یه بار دیگه هم هیونجان میبینه که وسط تحقیقاتش به یه مردی میرسه که از سگا نگهداری میکنه و اون یه آماری میده که تازگیا خواهرش رو همین نزدیکی دیده. برمیگردیم به مسافرخونه. مرد رفته به مادرش غذا بده و مشخص میشه مادرش از کارهای اون باخبره و ازش متنفره. حتی آرزو میکنه که بمیره و پسرش بهش غذا نده ولی مجبور زنده بمونه و این اتفاقات رو ببینه. همین لحظه که یه رفعه هیونجانگ به همین مسافرخونه میرسه. مردم ترسیده و هیونجان شروع به گشتن اطراف مسافرخونه میکنه در حالی که میبینیم هیونا طبقه پایینه و حالش از قبل هم بدتر شده. هیونجان میاد طرف مرد و بهش عکسو نشون میده و ازش میپرسه این دختر رو دیدید یا نه. البته که مرد میگه نه ولی خب رفتارش عجیبه و همینم باعث میشه هیونجان دوباره به اداره پلیس بره. اطلاعات این مسافرخونه رو بهشون میده و میگه مطمئنم خواهرم اونجاست. اما رئیس پلیس میگه که این مرد خیلی آدم بدبخت و بیچاره ایه. اصلا آزارش به مورچه هم نمیرسه و غیر ممکنه کاری کرده باشه. اما به اصرار هیونجانگ با یکی از مامورهاش به طرف مسافرخونه راه میافتن. وقتی میرسن دوباره از مرد میپرسن که هیونا رو دیدی یا نه و بازم میگه نه، اما به دستور رئیس پلیس مجبور میشه کلید کل خونه رو بهش بده. اونم هیونجانگ و همراه مامورش این فرستاد اونجا رو چک کنن و خودش و مرد
صاحب اینجا شروع به گشتن اطراف میکنه. هیونجانگ و مأمور به زیر زمین میرسن. نگاهشون به قفس میفته. هیونجانگ با نگرانی میرو پارچه رو روش کنار میزنه و مأمورم میاد سمتش، اما هیچ خبری از هیونا نیست. مرد روانی بیرون داره لبخند میزنه که هیونجانگ و مأمور دیگه هیچی پیدا نمیکنن و میان بیرون و به سمت اداره حرکت میکنن. با رفتنشون مرد به سمت دستگاه چوب خردکن خودش میره که میبینیم هیونا رو اونجا مخفی کرده بوده. با بیرحمی دستگاه رو روشن میکنه و حالا بدن این دختر کلا نابود میشه و از اون طرف فقط خون و استخون بیرون میزه. در آخر هم مرد تمام خون و استخونا رو برمی‌داره و به مرغ‌های خودش غذا میده. برمیگردیم پیش هیونجانگ، از اداره پلیس خدافظی میکنه، لوازم خودش هم جمع میکنه و میخواد با ماشین از این شهر خارج شه. هنوز زیاد دور نشده که گلفه‌ای به مردی میزنه و مجبور میشه از ماشین پیاده شه. میبینیم همون مرد روانیه که با موتور داشت حرکت میکرده. هیونجانگ معذرت خواهی میکنه و مرد میگه که راستی یه اطلاع در مورد خواهرت پیدا کردم، بیا بریم مسافرخونه بهت یه شماره بدم. هیونجانگ هم سری دنبالش حرکت میکنه و سکانس بعد میبینیم که حالا خودش هم توی زیر زمین حبس شده. روانی با خنده میاد سمتش، تمام دارایی‌های خواهر رو بهش نشون میده و میگه همین جایی که تو خوابیدی قبلا هیونای بوده. هیونجانگ فریاد میزنه که نفر بعدی خودتی، همون کاری که باهاش کردی و سرت میارم. برمیگردیم به وسط خیابونی که ماشین هیونجانگ مونده و یه نفر پلیس زنگ میزنه، همون ماموری که با هیونجانگ رفته بودن زیر زمین هم برای بررسی صحنه میاد. با دیدن این ماشین مطمئن میشه یه اتفاقی برای هیونجانگ افتاده و به همون مرد صاحب مسافرخونه شک میکنه. دوباره میریم به زیر زمین. مرد رفته اون طرف که هیونجانگ موفق میشه دست و پای خودش رو باز کنه و با چاقی به مرد حمله میکنه، اما خب اون که زرنگ تره از خودش دفاع میکنه و در آخر هیونجانگ رو دوباره میبندتش. ساعتی گذشته و مرد میره بیرون که میبینه سگش افتاده وسط زمین و جونش رو از دست داده. از طرف دیگه‌اش مردی میاد که اگه یارتون باشه از سگ‌ها نگهداری میکرد و هیونجانگ هم ازش یه بار سوال کرده بود. این مرد میاد طرف صاحب مسافرخونه و میگه من میدونم چه کثافت کاری کردی، میدونم اون دختر رو اینجا حبس کردی و چه بلاهایی سرش آوردی. روانی داره آماده حمله میشه که این مرد بهش میگه نگران نباش، نمیخوام لو بدمت، فقط در قبال این میخوام یه قسمتی از زمین و باغت رو به من بفروشی. شروع به صحبت میکنن و این مرد روانی یه پیشنهاد بهتر داره، میگه بیا کمکم تو هر کاری دلم میخواد با این دختر انجام بدیم و از شرش راحت شیم و با هم دیگه این نقشه رو ادامه بدیم، که اونم اول قبول میکنه. تمام این صحبت ها رو هم جلوی چشم های مادر این مرد روانی انجام میدن که با وحشت داره نگاه میکنه و هیچ کاری از دستش بر نمیاد. وقتی مرد نگهدار سگ از اینجا خارج میشه، میبینی مامور پلیس گوشه کمین کرده و داره همه چی رو میبینه. لحظاتی بعدم روانی اینجا میاد بیرون و با آرومی طرف همون مرد میره و میخواد جونش رو بگیره. مامور پلیس هم تو همین فرصت میره وارد خونه میشه و به زیر زمین خودش رو میرسونه. میبینیم که روانی هم با ضربه تبر کارای اون مرد رو تموم میکنه و خیالش راحت میشه که کسی از نقشه‌هاش دیگه خبر نداره. این در حالیه که مادر روانی هم خودش رو به تلفن میرسونه و به پلیس زنگ میزنه و بهشون میگه که جلوی پسرمو بگیرید، داره به همه آسیب میزنه. مامور به زیر زمین میرسه و خیلی سریع دستای هیونجانگ رو باز میکنه و خودش هم تسلیم. وقتی برمیگرده میبینه روانی پشتش وایساده، بدون هیچ حرفی هم با ضربه تبری به سر مامور جونش رو میگیره. هیونجانگ هم خیلی سریع اینجا خارج میشه و اول در زیر زمین رو قفل میکنه، بعدم میره و توی با خودش رو قایم میکنه. روانی بالاخره درو میشکنه و میره بالا و حالا داره دنبال دختر میگرده. هی صداش میکنه و میگه بیا نترس، که یه رفعه هیونجانگ هم پشت سر میرسه. اسلحه مامور هم برداشته و طرف این مرد میگیره و بدون هیچ رحمی چند تا شلیک میکنه. بعد میره طرف مرد و بهش میگه چه بلایی سر خواهرم آوردی، میخوام دقیقاً بدونم. روانی میخنده و میگه من میدونستم بالاخره همچین روزی میرسه و اصلا هم نمیترسیدم. اگرم لازمه بدونی بهت بگم که خواهرتو خوردش کردم، دارم حیوانام خوردنش، اصلا هم ازش پشیمون نیستم. هیونجانگ عصبانی تمام گلوله های توی اسلحه رو روش خالی میکنه و فریادی میکشه. سکانس بعد هیونجانگ زندان و وکیلی به دیدنش اومد و داره جریان رو براش تعریف میکنه. وکیل میگه خب تا اینجا اوکی، تو میخواستی از خودت دفاع بکنی و کار درست بوده، اگه اینو به مامورها میگفتی خیلی راحت آزادت میکردن، اما چرا اون کار بدیو انجام دادی؟ که حالا میفهمیم هیونجانگ این مرد رو انداخته توی دستگاه چوب پورت کن و دقیقا همون کاری که با خواهرش کرده رو انجام داده. در آخر هم دادتش به مرغا. وکیل میگه که هیچ کاری از دستم بر نمیاد مگه اینکه ثابت بکنیم تو مشکل روانی داری و بندازنت توی تیمارستان. اما هیونجانگ میگه که من دروغی نمیگم، چون اگرم پشیمون نیستم و اون کاملا حقش بود. بعد میخواد از اتاق خارج شه و به وکیل میگه تو اگه خودت هم دختر داشته باشی میدونی باید چی کار بکنی، دختر داری؟ و وکیل هم لبخندی میزنه و میگه آره. سکانس آخر فیلم دو تا دختر غریبه رو میبینیم که به سمت یه قایقی میرن و از صاحبش میخوان که اونا رو به یه جایی برسونن. صاحب قایق که یه مرد مشکوک هم هست با نگرانی اطرافو نگاه میکنه و با لبخندی میگه بیای تو، اینجاست که فیلم به پایان میرسه. پایان معنی فیلم که خب مشخصه، میخواد نشون بده چرخه این آدمهای روانی هیچ وقت پایان نمیرسه و جای جای تمام دنیا هستن. مهم هم نیست کدومشون از بین بره، باز هستن کسایی که همون کار رو انجام بدن، دقیقا همین کاری که این صاحب قایقه میخواست با دخترها بکنه. دقت کرده باشی توی سینمای آسیای شرق ما خیلی موضوع انتقام رو داریم. تو فیلم های از جمله اولد بوی هم اینو به شکل های دیگه ای دیده بودیم و کلا سبک ترسناکشون روی انتقام خیلی مانور میده که به نظرم خیلی بحث جذابی هم هست.
نکته قوت فیلم به نظرم اینه که زیاد تو حاشیه و داستانهای غیر هیجانیش نمیره، از اول تا آخر ما هیجان رو توش حس میکنیم. به نظرم همینم باعث شده که یکی از فیلم‌های نامی توی این سبک آسیا شناخته شه. فیلم چیزی نمیخوام در موردش تحلیل و بررسی انجام بدیم، امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهاداتتون رو با هشتگ پیشنهادی بنویسید. رفقا من هزار بار گفتم یه وقتا کامنت ها زیاد میشه، یعنی روزی 300 400 تا کامنت میاد، جدا از آخرین پستی گذاشتم، پست قبلی هم خوب کامنت میگیرن. بعضیا همچنان ناراحت میشن، فوش میزنن اینا چرا پیشنهاد ما رو نمیذاری. آقا 1000 تا پیشنهاد من دارم به نوبت میام پایین، پس اگر دیر شد نگران نباشید، حتما قرار میگیرم. لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتون هم یلسی.